افزایش سریع قیمت ها. افزایش قیمت بنزین با هدف جبران کسری بودجه و تامین مخارج دخالت در کشورهای منطقه از جیب مردم جرقه حریقی شد که خاموش نمی شود. روزنامه حکومتی ابتکار در مطلبی با عنوان تصمیمات با روش شوک درمانی نوشت: اصلاً این تصمیم موجه نیست، چرا که جیب ملت توان جبران کسری دولت را ندارد. این در حالی است که همزمان با افزایش قیمت بنزین، خامنه‌ای و روحانی به نحو مسخره‌ای مدعی شدند که نمی‌گذاریم افزایش قیمت بنزین موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها شود. که بعضی از مسئولین محترم آمدن گفتن که ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشه. خب بله، این مهمه. اما سرعت افزایش قیمت‌ها به حدی بود که صدایش در مجلس آخوندی هم درآمد. اخباری که ما داریم تمام کالاها داره قیمتاش افزایش پیدا میکنه، کرایه تمام وسایل نقلیه داره افزایش پیدا میکنه و مردم تحت فشار هستن. وعده و فریب و شعبده برای غارت مردم حرف تازه‌ای نیست. دو سال قبل آخوند شیاد فریبکارانی مدعی حفاظت از اینترنت شده بود. فضای مجازی رو، فضای اینترنت رو، ارتباط مردم با دنیا را دولت دوازدهم حراست خواهد کرد. و حالا ابلهانه اصرار می کند که با افزایش قیمت بنزین قیمتها افزایش پیدا نمی کند. ما الان افلکی شرک دانشگاه تا اینجا خودم اومدم 15000 تومان، من این مسیر 3000 تومان می اومد. البته مردم خوب می دانند مشکل نه در اتاقهای دربسته که در کف خیابان و میدانهای شهر حل می شود.